زیاد تو چیزش نیستم، ولی میدونم که اینا خیلی محکم گرفتن این قضیه. هنوزم دادگاهی تو این رابطه نمیدونم به کجا رسیده، ولی میدونم که اینا وسیله منو اجرا گذاشتن و میخوان اون ملکی که من چیز گذاشتم ملکو تصرف کنم. بگه برای چی وثیقه؟ من نمیدونم جزء قانوناشونه دیگه، قانونای تیم ملی، یعنی در ورزشکاری، یعنی هر ورزشکاری اگر بخواد بیاد به خارج باید وثیقه بذاره؟ یعنی همه این ورزشکارا که به خارج میان از تیم ملی تمام رشته های ورزشی، پس یک وثیقه دست رژیم دارن؟ همه وثیقه میذارن. بله، بدون وثیقه هیچ کس از کشور خارج نمیشه. بله، به اون ماهی بریم که شما تقاضا کردید، ماه آگوستی که شما تصمیم گرفتید به کشور چک پناهنده بشید. آیا از اون اولی که شما آمدید در سال 2009 فکر میکردید که میخواید مسابقه رو بدید؟ فکر میکردید که میخواید پناهنده این کشور بشید؟ و یا در طی این مسافرت بود که شما به این تصمیم رسیدید؟ من اصلا فکر موندن توی چه کنه داشتم، چون هم وسیدم خیلی سنگین بود که وسیده ای که داشتم توی فدراسیون همین دیگه، من اصلا فکر موندن نداشتم. حتی روزای آخر من خواهش کردم از آقای جهانگیری، گفتم آقای جهانگیری اگه مشکلی واسه ورزش ما میخوای پیش بیاری من رو آقا قسم خود گفت نه من هیچ مشکلی شما ایجاد نمی کنم، شما برمیگردید همین تیم واسه بازی آسیای گانجا اعزام میشه، چون نزدیک بازی آسیای گانجا این دیگه الان دیگه چیزه، اون تیم اسکلت مسابقه آسیای گانجا بود، گفت همین تیم اعزام میشه. بعد من موندم روز آخر دیدم نه دیگه چجوری این آقا به من برخورد کرد که آقا امشب ساعت 12 شب سریع میریم فرانکفورت برمیگردیم ایران با آقای لحنی، که من تصمیم گرفتم اونجا بمونم. حتی به یکی از بچه‌ها گفتم برگردید ایران واسه تو مشکل ایجاد میکنه، که همه اونا الان شما هیچ کدوم من خارج از کشورم میتونم صحبت کنم، 90% اون بچه‌ها محروم شدن، حداقل محرومیت اونا 6 ماه بوده، یعنی بعد 6 ماه دیگه حضور تو تیم ملی واسه اونا مشکل میشه. چه شد که به اینجا رسیدید، به این حالت رسیدید که آقای مسلم جهانگیری بخواد با شما همچین برخوردی بکنه؟ خیلی مشکلات واسه من اونا به نظر اونا مشکل بوده، یعنی به نظر ما مشکل نبوده، خیلی چیزا بوده، من حالا همه شونه نمیتونم اگه بگم یکیشو بگین چی میگین؟ واسه من خیلی مشکل بود، مثلا همون روز اول لباس چنج میکنی با تیم آمریکا لباس چنج کردم، همون مشکل واسه من پیش اومد. بعد یواش یواش مثلا چطور بهتون باز میکنم، مثلا حتی عکس گرفتن با ورزشکار خارجی اینا جرم میدونن. بله بله، عکس گرفتن هم جرمه و مطمئنن اونایی که همونطور که گفتید ما هیچ خبری از بقیه نداریم و خدا رو شکر شما در خارج هستید و از این امنیت برخوردارید، هرچند که خیلی سختی های در این چند ماه رو گذروندید و روزهای سختی رو مطمئنن داشتید. آقای مهدی حق شمار، اگر به شما بگم یکی از اشکالاتون پس آقای مسلم، برای همینه که آقای مسلم جهانگیری وقتی که برگشتن به ایران هم اون شایعات رو پشت سر شما گفتند و حتی گفته بودن که شما به کشور فرانکفورت هم سفر کردید. نه، اینا قرار به شبونه ساعت 12 شب تیمو بدون اطلاع، من یه دفعه داخل اتاق شدم گفتم 12 شب بریم فرانکفورت بدون اینکه ما خبر داشته باشیم که قرار برگرد ایران، اینا میخواستن تیمو سریع برگردن فرانکفورت، از فرانکفورت برن ایران، چون پرواز مستقیم از چک به ایران نداره. صحیح. بله بله. یک سوال دیگری که ازتون داشتم اینه که اگر امروز دوست داشتید پیامی بدید به شکایت یا گله‌ای داشته باشید از آقای مسلم جهانگیری، چی میگید؟ من نمیدونم، بین ما به قول خودشون خیلی مذهبی هستن، بین من و اون آقا خدا رضاقت کنه، من دیگه شکایت هم آقا ندارم. خیلی کار سختیه. من خلاصه من تو کشور خودم زندگی راحت داشتم میکردم، اینجا دوری از پدر و مادرم، خانواده‌ام، همه چی اون آقا باعث شد، یعنی توی وضعیت بدی من انداخت، ولی باز خدا رو شکر دارم
یواش یواش میرسن به اون. آیا فکر میکنید که به زودی به یک مقام بالایی در کشورهای خارجی در کشورهای اروپایی بتونید داشته باشید در قایقرانی؟ من امیدوارم، ولی ورزش یه چیزی که شانس هم همراهشه. احتمال داره یک ورزشکار خیلی به یک درجه خوبی برسه، ولی اتفاق کوچیک باعث بشه که اون نتونه اون چیزی که میخواد به دست بیاره. آیا یه دونه آسیب‌دیدگی، یه اتفاق کوچیک، ولی من امیدوارم، خیلی امیدوارم. الان مربیای این تیم هم خیلی از دست من راضین. همشون روز اولی که میرفتم هیچ توجهی نداشتن، الان همه جور امکانات واسه من فراهم میکنن، خیلی کمک دارن میکنن این تیمشون. آیا شما با خانم مینا علیزاده هم در تماس هستید؟ من خبری از خانم علیزاده ندارم، فقط تو سایت ها خونده بودم که خانم علیزاده به آلمان سفر کرده. بله بله بله، دیده بودم که در آلمان سفر کرده و واقعا مشکلاتی که با حراست هم ایشون داشتن و مشکلاتی واقعا نه فقط شما بلکه هر چی باشه مشکلات خانوما نسبت ما خیلی خاطر، اینو میدونم. بله. واقعا اونا تحت فشارن. همین الانشن که من تو این تیمی که تمرین میکنم بعضی وقتا صحبتایی که اینا میکنن خودم خجالت زده میشم، میگن که تیم ایران اصلا به اسم دختراشو میشناسن، یعنی با اون سروردی که اینا میان توی مسابقات ایسا مثلا صحبت از ایران میشه میگه ما دختر ایران رو به صورت وحشتناکی میبینیم با اون وضعیت اینا میان توی مسابقات شرکت میکنن، یعنی با اون لباسی که اینا میپوشن. واقعا ما همیشه در رده بالا داشتیم، بالا بودیم و وقتی که صحبت از ایران و ایرانی میکردن مقام بالایی رو به ما میدادن. متاسفانه امروز میبینیم که وقتی که صحبت از مسابقات شمشیربازی، مسابقات قایقرانی زنان رو میبینیم، واقعا همونطور که شما گفتید دردناکه و یک خجالتی است که آدم میکشه که چجور اصلا میتونیم با این شکل و قیافه میتونیم ورزش کنیم، حتی پینگ پونگ و ورزش های دیگری. آقای مهدی حق شمار، امروز شما در کمپ پناهندگی زندگی میکنید، درسته؟ بله. آیا ایرانی های دیگری هم در این کمپ وجود دارن؟ من توی یک کمپ اول که پناهجون توی یک کمپ دیگه بودم که یه ایرانی تو اون کمپ واسه من مشکل ایجاد کرد، اومد، من نمیدونم از کجا این آقا دستور میگرفت صحبت میگه، نمیدونم چجوری بود که با اومد با اجبار گفت شما باید برگردی ایران. گفتم شما چیکار هستی تو این مملکت؟ من خواستم بگم گفت شما باید برگردی ایران، قرار نیست شما اروپا زندگی کنی ولی یه سری چیزها رو زیر پات بذاری. که من اون صحنه رو پلیس چک تو اون کمپ دید، جای کمپ من عوض کرد، الان توی کمپ دیگه ام ولی اینجا ایرانی نیست. اینا خودشون یه کاری کردن که من یه جایی باشم ایرانی نباشم. پس هنوز هم دست از سر شما بر نداشتن آقای مهدی؟ نه الان دیگه گذشت، زمانی بود که مشکلاتم خیلی خاص بود، الان یه وضعیت راحتی واسه من فراهم کردن، خداش بد نیست. در صورت آرزوی سلامتی، موفقیت و امیدوارم که به زودی خبرهای خوشی رو از شما داشته باشیم و بتونید موفق بشید. امیدوارم که کشور ما آزاد بشه که بتونید شما آزادانه اون چیزی که واقعا لیاقت یک ایرانی ورزشکاره و در کشورهای اروپا و در کشورهای آمریکا، در همه جای دنیا ورزشکاران اونجا یک سرمایه اون کشور هستن و واقعا این رو میگم و برخوردی که با اونا دارن با احترام و صمیمیت و خود مردم هم به همین صورته. متاسفانه در کشور ما از اونجایی که همه چیز غیر از این هستش، این هم ورزشکارا و این رفتار بدی که به مراتب ما این رو دیدیم و شنیدیم که با ورزشکارای ما انجام میدن. من عزیزانی که اگر احیانا سوالی دارن من میذارم روی تلفن رو اگر بگذارید برای چند دقیقه که بتونم، اگر از آقای مهدی حق شمار سوالی دارن، رضای عزیز بذار یک لحظه که ببینم اگر سوالی دارن میتونن از آقای مهدی حق شمار سوالش رو بکنن.